در ادامه شباهنگ، موزه متروپولیتن نیویورک از چیدمان هنری پشت بام خود رو نمایی کرده. چیدمان امسال کاری یک هنرمند آرژانتینی است که با استفاده از فناوری‌های پیشرفته دیجیتال درست شده و هدف از این چیدمان به چالش گرفتن نگاه مخاطب نسبت به آثار هنری و تاریخی به نمایش گذاشته شده در موزه هاست. نمایش ناپیدایی نام پروژه امسال کمیسیون چیدمان‌های هنری بر روی بام موزه متروپولیتن نیویورک است. موزه هر سال این پروژه را به هنرمندی می‌سپارد و امسال قرعه به نام هنرمند آرژانتینی ویلا روجاس افتاد. او در چیدن این مجسمه‌ها نگاه منحصر به فرد خود را نسبت به مفاهیم اجتماعی تاریخی اشیاء به نمایش درآمده در موزه پیاده کرده و آنها را در ترکیبی خیال‌انگیز با یکدیگر قرار داده است. روجاس با این کار شیوه ارائه آثار تاریخی توسط موزه ها و همینطور نگاه ما به عنوان بیننده را به چالش می گیرد. بیشتر آثار بی رنگ هستند، اما بی روح نه. هر کدام حال و هوای خاصی دارند و حسی را در بیننده زنده می کنند. هر کدوم از این مجسمه ها از اشیای درست شده که متعلق به موزه هستند. در این پروژه بیش از 100 شی مختلف از بخش های متفاوت موزه به صورت 3D اسکن شده. پس از اسکن اشیا، هنرمند در ترکیب آنها با هم ابتکار به خرج داده و در هر یک از آثار المانی فرهنگی گنجانده است، مانند نقاب‌های اعضای قبیله بامانا در غرب آفریقا. نمایش ناپیدایی قصه هر شی را بدون در نظر گرفتن پیشینه تاریخی آن روایت می‌کند، تا جایی که بیننده با دیدن آنها از خود می‌پرسد آیا موزه در روایت تاریخ در طول سال‌ها واقع‌بین و روراست بوده یا خیر. The installation allows you to engage with objects in the Met's collection. چیدمان‌ها به شما اجازه میده تا با اشیاء مختلف مجموعه موزه متروپولیتن درگیر بشین به جای اینکه اونا رو پشت ویترین ببینین. بنابراین نگاهتون به این اشیاء کاملا فرق میکنه. اگه دوباره اونا رو پشت ویترین ببینین، خاطره‌های تازه‌ای ازشون خواهید داشت. پشت بام موزه متروپولیتن در تابستان رستوران و بار است و چشم‌انداز زیبا به نیویورک شلوغ دارد. ضیافت نامتعارف هنرمند آرژانتینی بر بام موزه متروپولیتن تا ماه اکتبر دیدار کننده ها را به خود می خواند.